همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقایی خیلی خوش اومدین. در مورد دستاوردهای سفر رافائل گروسی اخبار زد و نقیزی از طرفین دیدار به گوش میرسه. صحت کدوم ادعاها به واقعیت نزدیکتره؟ واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی به این دلیل که در نتیجه خیزش انقلابی مردم ایران تو ماه‌های گذشته تحت فشار هستش، در انزوای بین المللی هست، داره تلاش میکنه که به هر شکلی که میتونه، حتی شده یک توافق حداقلی هم بتونه از غرب بگیره تا خودش رو از زیر فشار خارج بکنه، تا بلکه بتونه اون مشروعیت از دست رفته خودش رو بتونه به نوعی احیا بکنه. حالا تو این نتیجه، در نتیجه این سفر آقای گروسی به تهران، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی امتیازاتی رو یا یه تضمین‌هایی رو به صورت کلی داده به آژانس. بنابراین به نظر من مسئله و نکته این نیستش که آیا جمهوری اسلامی امتیازاتی رو داده یا نه، مسئله این هستش که چه میزان، چقدر امتیاز رو داره جمهوری اسلامی میده به طرف غربی، حالا به آژانس به طور مشخص. حالا بحث‌های زیادی هست مثل این افزایش فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی آژانس، نصب دوربین‌های جدید و حتی دسترسی به افراد مورد نظر آژانس برای تحقیقات. ما هنوز به طور دقیق اینها رو نمیدونیم، اما این امتیازات هر چی که باشه، به باور من جمهوری اسلامی از این سفر آقای گروسی به دنبال یک هدف کوتاه مدت هست. هدف کوتاه مدت اینه که بیاد جلوگیری بکنه از صدور قطعنامه شورای حکام در روز حالا دوشنبه در اون نشستی که خواهند داشت، و یک هدف میان مدت این که مانع از این بشه که قدرت‌های اروپایی بیان مکانیزم ماشه رو تا قبل از اکتبر 2023 فعال بکنن. چرا قبل از اکتبر 2023؟ چون در اون تاریخ، در اکتبر، در حدود 7 ماه دیگه، محدودیت‌های سازمان ملل در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی لغو میشه و مثلا جمهوری اسلامی میتونه بعد از اون مدت به روسیه جنگ موشک بالستیک بفرسته برای جنگ اوکراین. به خاطر همین احتمال اینکه قدرت غربی بیان مکانیزم ماشه رو قبل از اون تاریخ تا 7 ماه دیگه فعال بکنن زیاد هست. این تاکتیک جمهوری اسلامی هست برای خریدن زمان، برای اینکه بتونه این اهداف کوتاه مدت و میان مدت خودش رو به جامعه عمل بپوشونه. به نوعی میخوان غرب و درگیر یک سری مذاکرات بی سر و ته و بی نتیجه بکنن. آقای و خیلی کوتاه اگه بگین، فکر میکنین اصلا بازگشت به برجام در دستور کار این سفر بوده و این سفر، این بازگشت به برجام رو محتمل میکنه یا نه؟ ایدئال جمهوری اسلامی این هستش که این سلسله مذاکرات که من میگم اینا مذاکرات بی سر و ته و بی نتیجه است، داره جمهوری اسلامی فریب میده غرب و بیاد این تبدیل بشه به اینکه یک فراهم بشه شرایط برای احیای برجام. احیای برجام به نظر من بسیار غیر ممکن هستش در شرایط فعلی. چرا؟ مشخصا به این خاطره که کارت جمهوری اسلامی دست روسیه است، کارت مشخصا اتمی ایران دست پوتین هست. تا زمانی که روسیه درگیر جنگ اوکراین هستش، بعید به نظر میرسه که فعلا پوتین بیا کارت ایران رو آزاد بکنه، ولی ممکنه که در نتیجه توافق با غرب پوتین اون زمان بیاد کارت ایران رو آزاد بکنه، چون روس‌ها بعد از جنگ اوکراین خیلی همکاری نمی‌کنن با غربیا که بخواد این مسئله مذاکرات اتمی پیش بره. بخاطر همین تا زمانی که روسیه، در واقع باید روسیه تشخیص بده که چه زمانی کارت ایران رو آزاد می‌کنه.